عرضم به حضور شما که موعظه‌ای که امروز داریم راجبش صحبت بکنیم، آنچه که خدا تو دل من گذاشت، اگر لطف کنیم پاورپوینت شماره 1 رو بذارید، موضوعی که هفته ها فکر خود من رو مشغول کرده، دیگران با من صحبت کردن و اون نمیدونم مشخص هست بتونید بخونید، شناخت هویت خود ما در عیسی مسیح هستش. ولی قبل از اینکه این موعظه رو شروع کنیم، میخوام یک تنها ما یک دونه موعظه و یک دونه پیام حقیقت داریم و دیگه چیز دیگه وجود نداره، و اون اینه که عیسی مسیح برای تمام مردم جهان جان خودش رو روی صلیب داد، مرد، درون قبر گذاشته شد و بعد از 3 روز از مردگان قیام کرد و امروز زنده است، دست راست خدای پدر نشسته، تا هر که به این کار عیسی مسیح ایمان بیاره نجات پیدا کنه و زندگی و حیات جاودانه داشته باشه. در حضور خدا این تنها موعظه ما در تمام اعصار بوده و خواهد باشه و هیچ تغییری نخواهد کرد. عیسی مسیح دیروز همان بود که امروز هست، امروز همان است که فردا خواهد. این موعظه اصلی ماست. ما بقیه موضوع برای اینه که ما به این حقیقت بیشتر پی ببریم، این حقیقت بیشتر در ما جا بیفته، این حقیقت بیشتر افکار ما، قلب ما و زندگی ما رو پر بکنه. شناخت هویت خودمون در عیسی مسیح چیه؟ برای یک نفر که محقق کتاب مقدس هست و یا کتاب مقدس رو برای بر اساس اون حقیقت بنا کنه تا بتونه از اسارت‌هایی که در دنیا هست آزاد بشه، همونطور که کتاب مقدس میگه باید حقیقت رو بشناسه و حقیقت او رو آزاد کنه. توی متن یوحنا فصل 8 آیه 33 یا 32 این رو میگه، میگه حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد. دارم که تا آخر جلسه بتونم چشمام یاری بکنم اینجا کنم بیرون بیشتر جای اعترافات اگه بکنیم بهتره، به نظرم اینا رو کم بکنیم، اونا رو روشن کنیم، چون من احساس میکنم دارم اینجا اعتراف میکنم به جایی که خب خیلی مهمه، خیلی مهمه برای کسانی که محقق هستن، خیلی مهمه که یک سوال اساسی رو تو زندگی خودشون بررسی کنن. یکی از سوال به طور مثال، خدای حقیقی کیست؟ نجات چیه؟ گناه چی؟ من چگونه نسبت به صدای خدا حساس باشم؟ یا اینکه من چگونه نسبت به صدای خدا که در کجاست؟ صدای خدا در کجاست؟ کی صدای خدا رو شنیده؟ کی صدای خدا رو شنیده؟ همه ما که به عیسی مسیح ایمان آوردیم. صدای خدا کجاست؟ شما وقتی کلام خدا رو میخونید، خدا با شما داره حرف میزنه، خدا با شما صحبت میکنه. چگونه نسبت به این کلام که صدای خدا هستش من حساس باشم؟ من از کجا اومدم؟ من کجا دارم میرم؟ من کی هستم؟ چرا من اینجا هستم؟ من چگونه زندگی پرثمری داشته باشم توی این دنیا؟ و خیلی سوالهای دیگه که شما الان فکرتون رو مشغول کرده، میتونید راجع به اونها از کلام خداوند سوال کنید، تحقیق کنید، بررسی کنید و بهتون قول میدم هیچ وقت بدون جواب نخواهید بود. ولی نکته‌ای که ما امروز میخوایم روش تاکید کنیم و بررسی کنیم اینه که اگه پاورپوینت شماره 2 رو بذارید، اینه که من کی هستم؟ من کی هستم؟ یا بهتر بگم هویت من در عیسی مسیح
چیست؟ به این سوال بپردازم. بذارید قبل از اینکه وارد موعظه امروز بشم این مطلب رو بگم که همونطور که شنیدی الان در سال آینده ما 20 هفته به طور سیستماتیک کلاس‌های کتاب مقدس داریم. 20 هفته. کسانی که ثبت نام می‌کنن تو این کلاس‌ها میتونن شرکت کنن، نه اینکه یه روز بیاد یه نفر یه روز نیاد. کسانی که ثبت نام می‌کنن میتونن شرکت کنن. و وقتی که این دوره سیستماتیک رو می‌گذرونیم، کسانی که تا آخر این کلاس‌ها رو بگذرونن یه مدرک میگیرن، یه پایان دوره اون 20 جلسه رو میگیرن که با اون میتونن در این کلیسا به کسانی رو که کلیسا به اونها معرفی میکنه اون دروس رو تدریس میکنن و بهتون قول میدن این دروس سیستماتیک 20 هفته ای بذار ساده بگم لب کلام کتاب مقدسه. یعنی آنچه که شما لازم داری از کتاب مقدس بدونید و درکش بکنید در این 20 جلسه هستش و میتونید چه که این درس ها به صورت خوندن، نوشتن و امتحان دادن هستش. به این شکل است. میتونید یاد بگیرید و کمکی بشید برای کلیسا، وسیله بشید تو دست خداوند که با آنچه که خداوند بهتون تعلیم میده دیگران رو تعلیم بدین، چون که وظیفه هر مسیحی متی 28 آیه 19 ببر میگه بروید همه را شاگرد من بسازید. وقتی من چیزی که بلد نیستم چجوری میتونم برم دیگران رو شاگرد بکنم؟ باید یاد گرفته باشم، باید شاگرد شده باشم که بتونم به دیگران درس بدم و شاگردشون بکنم. کلام خداوند، فرمان خداوند اینه، فرمان خداوند عیسی مسیح اینه که بروید همه را شاگرد من سازید و در نام پدر و پسر و روح القدس غسل تعمیر بدهید. این فرمان خداوند. چرا دارم این موضوع رو الان اینجا میگم؟ برای اینکه امروز موعظه‌ای که شما میشنوید متفاوت خواهد بود با موعظه‌ای که شنیدید. ما موعظه‌های مختلف داریم. یکی از یک نوع موعظه این هست، موعظه تعلیمی هستش. و امروز ما در اصل یک موعظه تعلیمی داریم و نمونه‌ای میخوام بهتون بدم از سبک درسی که در سال آینده خواهد بودش. و برای همین موعظه به اون شکل نیستش که من صحبت کنم شما بشنوید، چرت بزنید یا مثلا خسته بشید. نه، اینطور نیست. با هم میخوایم کار بکنیم توی این موعظه. و برای همین خواستم امروز شبیهی از اون شبیه از اون کاری که در سال آینده هستش رو به شما نشون بدم. خب برای اینکه درس خودمون رو شروع کنیم خواهش میکنم که با من برید توی کتاب‌های مقدستون، توی کتاب افسوسیان فصل 2 آیه 1 تا 22 رو میخوایم با هم بخونیم و میخوام ببینم چند نفر از شما کتاب مقدس تفسیری داره، حالا روی سلفوناشون یا توی دستشون چند نفر از این کتاب مقدس داره، از این ترجمه. همه کتاب مقدس ها یکی هستن. ما الان در حال حاضر اگر اشتباه نکنم 5 تا ترجمه فارسی داریم. یکی ترجمه تفسیری هست، یکی ترجمه قدیمی هست، یکی ترجمه مژده هست، یکی ترجمه هزاره نو هست و یکی هم ترجمه دری هست که به فارسی خیلی شبیه هستش. این 5 تا رو من میدونم، شاید تا الان ترجمه های دیگه ای هم اومده باشه. در هر صورت میخواستم ببینم چند نفر از شما دارید روی سلفوناتون هم هستش. شما این ترجمه رو دارید؟ اینو دارید. شما هم اینو دارید؟ شما هم دارید؟ میخوام شماها برای من این 22 آیه رو بخونید. شروع کنید چند آیه، 5 آیه، 6 آیه، یک کدومتون بخونید و اون وقت با هم پاس میدیم به هم دیگه آیات رو تا با هم مشارکت کنیم. افسوسیان فصل 2 آیه 1 تا 22. شما شروع کنید، من روزگاری شما نیست. 5 آیه رو ایشون بخونن بعد 5 تا دیگه میریم جلو تا 22 رو تموم کنیم. بفرمایید. روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان ز
زیر لعنت خدا قرار داشتی و محکوم به مرگ ابدی بودید. شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می کردید، شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و همکنون در قلب مخالفین خدا عمل می کند. ما نیز همگی مانند آنها بودیم. طرز زندگی ما نشاندهنده ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوس‌ها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می زدیم. ما به همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران زیر خشم و غضب خدا بودیم. اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد، زیرا ما به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و می‌بایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد، پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کردیم. لطف کنید 6 و 7 را بخونید شما که بایشو 22 تا رو بریم. بلی، او به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد، ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح عزت و جلال بخشید. از این رو اکنون جای ما با مسیح در آسمان است. اینک خدا می تواند با اشاره به لطفی که توسط عیسی مسیح در حق ما کرده است، عظمت و عمق لطف و محبت خود را به مردم همه قرون و اعصار نمایان سازد. مرسی، خیلی ممنون. نفر بعدی آیه 8 ببریم. بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید، و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست، از این رو هیچ کس نمیتواند به خود بمالد. این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است. و از زمانهای دوردست نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم. آمین. آیه 11 و 12 را بفهمید. پس هیچگاه از یاد نبرید که روزگاری شما بت پرست بودید و یهودیان شما را خدا نشناس و نجس می‌خواندند، در حالی که دل خودشان نیز ناپاک بود. با وجود اینکه تشریفات ظاهری و مراسم مذهبی و ختنه را به جا می‌آوردند، در آن زمان شما کاملاً جدا از مسیح زندگی می‌کردید و جزء قوم خدا نبودید و هیچ یک از وعده های امید بخش خدا شامل حال شما نمی شد. شما گمراه و بی خدا و بی امید بودید. مرسی. نفر بعدی کی داره؟ سونیا. بفرم. اما اکنون از آن عیسی مسیح هستید. آمین. گرچه زمانی از خدا دور بودید، اما در اثر کاری که مسیح با خون خود برای شما کرد، اکنون به خدا نزدیک شده اید. مسیح پیوند صلح و دوستی ماست. او ما یهودیان را با شما غیر یهودیان آشتی داد و دیوار تبعیض را که ما را از هم جدا می کرد از میان برداشت و ما را عضو یک خانواده ساخت. شریعت یهود از یهود طرفداری می کرد و غیر یهود را نادیده می گرفت و این امر در میان ما باعث رنجش و کینه بود. اما مسیح با جانبازی خود این دشمنی را از میان برداشت، زیرا او جان خود را فدا کرد تا به محدودیت های ایجاد شده توسط شریعت یهود خاتمه دهد. آنگاه هم ما یهودیان و هم شما غیر یهودیان را که قبلا با یکدیگر دشمن بودیم
جزی از وجود خود ساخت و ما را به یکدیگر پیوند داد شد. تا یکی گردیم و سرانجام صلح برقرار شود. تا 17 ادامه بدیم لطفا. اکنون که اعضای یک بدنیم دیگر بین ما کینه و دشمنی وجود ندارد، زیرا مسیح ما و شما را با خدا صلح داده است. آمین. دشمنی دیرینه ما سرانجام در پای صلیب او از میان رفت. مسیح این پیغام دلنشین صلح و آرامش را هم به شما غیر یهودیان رساند که از خدا دور بودید و هم به ما یهودیان که به او نزدیک بودیم. مسیح سایزان ادامت داری شما؟ ادامتش از 18 بخونید تا 22 لطفا. یاری روح خدا و در اثر آن فداکاری که مسیح برای ما انجام داده می توانیم به حضور پدر آسمانی ما خدا راه کنیم. اکنون دیگر شما نسبت به خدا غریب و بیگانه نیستید، بلکه همراه با مقدسین اهل وطن الهی می باشید و با سایر ایمانداران عضو خانواده خدا هستید. شما به ساختمانی تعلق دارید که زیربنای آن را رسولان و انبیا تشکیل می دهند و عیسی مسیح هم سنگ زاویه آن است. ما که ایمان آورده ایم با مسیح به یک دیگر متصل شده ایم تا به تدریج رشد کنیم و به صورت یک خانه زیبای عبادت در آییم. شما نیز به وسیله روح خدا به مسیح و به یک دیگر متصل شده اید تا قسمتی از این خانه را که مسکن خداست تشکیل دهید. آمین. ادامه بدم. پولس رسول غیر یهودیان. من پولس خدمتگزار مسیح به خاطر شما غیر یهودیان در زندان به سر میبرم، زیرا اعلام میکردم. تموم شد. امیدوارم که همه یا داشتن، خوندن یا شنیدن. حالا کاری که میخواییم با هم بکنیم الان از این آیاتی که خوندیم، میخواییم با هم حقایقی که در این آیات گفته شد رو با هم دیگه کشفش کنیم، با هم دیگه بیاریمش بیرون، ببینیم چه نوع حقایقی تو این آیات نهفته بود که برای ما هستش و ما باید اونا رو در بیاریم. خب فکر میکنید شما چه قسمتی از این آیات، چه پیامی از این آیاتی که خوندیم ذهن شما رو، قلب شما رو تحت تأثیر قرار داده یا توی ذهن شما باقی مونده؟ چه قسمتی از این کلام بوده؟ لطفاً اگه میخواید برای خودتون مطلبی رو که تو ذهنتون دارید بنویسید اگر چیزی دارید، اگر نه میخوام یه چند ثانیه به خودتون فرصت بدید راجب آیاتی که شنیدید چه آیه‌ای در ذهن شما مونده و چه آیه‌ای تأثیر گذاشته رو ذهن و قلب شما، اون رو به بغل دستیتون اعلام بکنید، بهش بگید من آیه مثلا پنجش خیلی به دلم نشست. چرا؟ برای اینکه به من میگه مثلا شما یه روزگاری در اسارت بودین و من شما رو آزاد کردم. مثلا مثال میگم، حالا هر آیه‌ای که شما تو ذهنتون هست بذارید ذهن شما باز بشه از طریق این آیات و شما رو به این واداره که کلام رو فکر کنید راجبش. کلام چی رو من بخواهیم کشف کنیم، بخواهیم یه چیزی رو بیرون بکشیم. یک مروارید ارزشمند، قیمتی در این کلام هایی که آیاتی که خوندیم نهفته. مروارید های زیادی هستن ولی یک مروارید پر از ارزش که جای دیگه نمیتونید پیداش بکنید برای شما نهفته. آمین. تو این کلام که شما باید اون رو درش بیارید برای خودتون. و الان میخوام شما فکر کنید روی این آیات و متاسفم اگر گوش نکردید، اگر اهمیت ندادید، شما از دست دادید. میتونید تو خونه دوباره این کار رو بکنید ولی الان اون آیه‌ای که به دل شما نشسته به بغل دستیتون بگید. Thank you.
فرصت کمه، اگر رسوندید پیامتون رو به بغل دستیتون که چه عالی، اگر نمیتونید بعد از جلسه باز هم ادامه بدید و این حقیقت رو با دیگران، با خودتون، با بغل دستی، با دیگران در میون بذارید. تو خیابون من امروز یه سری آیات خوندم، این قسمتش اینقدر با دل من حرف زد، اینقدر من کمک کرد. میتونید اینجوری به دیگران یک پیام، خبر خوش بدید. شما هر روز اخبار رو گوش میدید؟ اخبار هر روز خبرهای بد میده، چون اخبار برای خبرهای بد هستن میاد، ولی شما میتونید خبر خوش باشید. آمین. و از این آیات به دیگران بگید. ولی میخوام حالا من براتون توضیح بدم که چه حقایقی در این کلام هست که میشه راجبش فکر کرد. اول حقیقتی که خیلی برای من مهمه تا با شما در میون بذارم، توی آیات 8 و 9 فصل 2 افسسیانی که الان خوندیم میگه چی؟ بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که چیکار شدین؟ نجات یافتید. خب دقت کنید، بخشش رایگان و مهربانی خدا نجات یافتید و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست، از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. خب این آیه به من نشون میده که من با فیض نجات یافتم. این آیه به من نشون میده که با فیض نجات یافتم و نه به خاطر کارهایی که کردم تا الان یا کارهایی که میکنم. اینا هیچ کدوم منو نجات نمیدن. کارهایی که نیاکان من کردن منو نجات ندادن و نمیدن و نخواهند داد. فیض خداست که من رو نجات میده. قبل از که من به عیسی مسیح ایمان بیارم به عنوان نجات دهنده خودم، تنها راه رسیدن به حضور خدا که عیسی مسیح تنها راه رسیدن به حضور خداست و در قلب من اومده نشسته، اعتماد داشتم که باید کارهای زیادی بکنم قبل از که ایمان بیارم، ولی کارهای زیادی بکنم تا خدا رو خوشنود کنم. به طور مثال ماهای خاصی باید دعاهای خاصی بکنم، ماهای خاصی روزه بگیرم، کارهای مشخصی بکنم، هدیه مشخصی بدم، نذر کنم، متن‌های مذهبی مشخصی رو توی خونم آویزون کنم که همکم آکان الان هم توی خونه‌های آپارتمان ها میریم میبینید دوستان و عزیزان یهودی ما که اصلا همشون جلوی دراشون یه آیه ی آویزون میکنن، همونطور که در اسلام همین کار رو میکنن. ولی اینها بود که من فکر منو مشغول میکرد به اینکه من اگر این کارا رو بکنم و خیلی کارهای دیگه، این میشه که خدا خوشنود میشه، منو سعادتمند میکنه تو این دنیا و انشالله ماشالله نمیدونم هر چیزی که بهش میگفتیم تو اون دنیا میرم بهشت. ولی اینجا کلام خدا من میگه نه، همچی چیزی نیست. شما از فیض خدا نجات یافتید. آمین. رابطه من با خدا مثل یک قرارداد بود قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارم. رابطه یک قراردادی بود. اگر من کاری برای خدا انجام میدادم، اون خدایی که داشتم برای منم یک کاری رو انجام میداد. دیگه فیض نمیشه که. اگه خدا قراره که در عوض کار من کاری انجام بده، واسه فیضی درش نیست. چه معامله؟ بله، قرار داد، معامله داد و ستد، جمله قشنگی. اما بعد از اینکه انجیل، یعنی خبر خوش، انجیل خبر خوش عیسی مسیح رو که نجات دهنده من هست رو شنیدم، دریافتم که نجات یک هدیه مجانی برای من. درسته که بهای سنگینی پرداخت شده براش، ولی برای من رایگان و مجانن در دسترسم هست و خدا به من میده و میتونم این رو به راحتی از خود خداوند دریافت کنم به خاطر که خدا فیضش بر روی من هستش. امیدوارم این آیه 8 و 9 رو با این توضیح کوتاه متوجه شده باشید. حقیقت مهم دیگه‌ای که تو این آیات هست آیه 18 است برای من،
میگه حالا همه ما چه یهودی و چه غیر یهودی به یاری روح خدا و در اثر آن فداکاری که مسیح برای ما انجام داده میتوانیم چیکار کنیم؟ به حضور پدر آسمانی من خدا برویم، راه یابیم یا برویم اونجا راه یابیم. این آیه به من میگه که حقیقتاً من میتونم به حضور خدای زنده که خالق زمین و آسمان ها هست وارد بشم. حقیقتاً قبل از اینکه من مسیحی بشم و مسیح رو در قلب خودم بپذیرم، همیشه فکر میکردم که خدا اینقدر متعاله که دسترسی بهش اصلا غیر ممکن هستش و هیچ انسانی نمیتونه با اون رابطه شخصی داشته باشه. یکی از دلایلی که من کتاب مقدس رو بررسی میکردم اتفاقا همین سوال بود. گفتم خدا اینقدر متعاله که نمیتونه انسان، یعنی چی؟ این پیامبر باهاش در تماس، اون پیامبر باهاش در تماس، میره میاد. خدا متعاله نمیشه. و این تو فکر من بود. خب امروزه هم بسیاری از مردم دنیا هستن که آرزو میکنن که کاشکی میتونستن یک رابطه شخصی با خدا داشته باشن، ولی تمام تلاشی که میکنن نمیتونن، با تمام اون تلاش نمیتونن به این رابطه دست پیدا بکنن. بعضی از انسان هم که اصلا میگن بابا اصلا خدا وجود نداره، خدا اصلا وجود نداره. چرا؟ چون که اونا هرگز کلامی از خدا نشنیدن و هرگز او رو تجربه نکردن. ولی کتاب مقدس میگه راهی وجود داره. کتاب مقدس ما میگه راهی وجود داره برای رابطه با خدای پدر، و اون راه تنها راهه و اون راه عیسی مسیح است. آمین. عیسی مسیح تو یوحنا میگه راه منم، راستی منم، حیات منم. هیچ کس به حضور خدای پدر راه پیدا نخواهد کرد مگر اینکه از طریق من. این واقعیت کلام خداست. وقتی که من به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خودم ایمان آوردم و پذیرفتم، یه اتفاق افتاد و اون اتفاق این بودش که روح القدس، روح خدا که خود خدا هست، آمد و در درون قلب من و تمام کسانی که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهندشون ایمان آوردن ساکن شد. در اونجا نشست، سکنا گزید. روح القدس اومد و در درون وجود من ساکن شد و این روح خدا بود که من رو با خدای پدر مرتبط ساخت. کلام خدا در اول یوحنا میگه خدا روح است و هر که میخواد اون رو بپرسته باید با چی بپرسته؟ با روح و راستی او را بپرستد. بس ما از طریق روح القدس به حضور خدا رفتیم، هستیم و با او در ارتباطیم، وصل شدیم. شاخه جدا شده از تنه اصلی از طریق روح القدس به تنه اصلی وصل شده. تغذیهش، آبش، منبع غذاییش از تنه الان وصل به تنه و از او میگیره، از بدنی درخت میگیره، از ریشه درخت میگیره و ما وصل شدیم. بس راهی هست برای اینکه به خدا وصل بشیم. خدای حقیقی رو دارم صحبت کنم، خدای ساخته پرداخته ادیان ها و افکار انسانی رو صحبت نمی کنم. خدایی که خودش رو معرفی میکنه، نه انسان رو معرفی میکنه. خدا میگه هستم آن که هستم، یهوه. روح القدس میاد توی زندگی با من زندگی میکنه تا من واقعیت خدا رو تجربه کنم، یعنی حضور خدا و نزدیکی خدا رو کاملا ملموس لمس کنم و بفهممش و ببینمش. چقدر تو زندگی های ما خدا اجازه میده یه سری اتفاقات میفته که بعد
ما از او تقاضا میکنیم و حضور او رو میفهمیم تو زندگیمون. اگر اون اتفاق نیفته خدا باز هم تو زندگی ما هست، ولی خدا اجازه میده یه وقتایی ما از خواب غفلت بیدار بشیم، آب سرد به روی ما میپاشه که ما بیدار بشیم از اون خواب، که ببینیم حضور او در زندگی ما هستش. از طریق روح القدس من میتونم چیکار کنم؟ صدای خدا رو که در کتاب مقدس تنین انداخته رو بشنوم. و میتونم چیکار کنم از طریق روح القدس؟ با او صحبت کنم. چجوری صحبت کنم با او؟ چجوری؟ ساده ترین راهش دعا. شما وقتی کلام خدا رو میخونید، خدا با شما صحبت میکنه. شما وقتی در دعا میرید به حضور خدا، شما با خدا صحبت میکنید. دعا و کلام وقتی که با هم یکی میشن یک گفت و شنود، یک رابطه، یک صحبت ما بین پسر و پدر، دختر و پدر، خالق و مخلوق که حالا شده فرزند. موضوع دیگه ای که وقتی کلام خدا رو میخونیم برای ما پیش میاد، من میخوام موضوعات زیاده ولی میخوام کوتاه کنم برای اینکه وقت نمیاد. بخش من شیشه کوچیک‌تر از این بدنم. موضوع دیگه ای که میخوام تا اینجا کلام که خوندیم با هم راجبش صحبت کنیم اینه که این آیات باعث میشه که سوال به وجود بیاد توی ذهن ما. حالا میخوام چند تا از این سوال‌ها رو بررسی بکنیم. شما که این آیات رو خوندین چه سوالی فکرتون رو مشغول کرده؟ آیا آیات رو اونجوری خوندید که ببینم چی ازش میتونم بپرسم تو این آیات؟ یا آیات رو خوندید برای اینکه کتاب مقدس رو باید بخونی بشه؟ امسال عهد بستم که کتاب مقدس رو کامل بخونم. من امسال عهد بسته بودم که کتاب مقدس رو کامل بخونم. عهد عتیق و جدید رو با هم میخوندم، اومدم خیلی اومدم جلو و چند وقت نخوندم، عقب افتاد، کارم اینا بود، عقب افتاد و این احساس گناه به من داد. یه بار شد رو دوشم، گفتم آه من چقدر الان عقبم، وقتم کمه. و یه روز میشتم گفتم مگه من مذهب دارم که یا حتما باید این کار رو انجام بدم؟ من هر روز باید با خدا صحبت کنم از طریق کلامش. اگر یه قانون بذارم براش، اون قانونه میشه بار رو دوش من. نه، کلام خدا رو میخونم، از الان میخونم تا موقعی که تموم شد. سال برای من دسامبر نیستش، سال برای من آخرین روز سال میلادی نیست، سال برای من سالیه که شروع کردم کتاب مقدس رو و کتاب مقدس رو در آخر مکاشفه تموم کردم. دوباره شروع میکنم یه سال دیگهش. وقت نمیذارم، وقت میذارم که بخونمش، سوال کنم بابا این چیه اینجا گفتی؟ من نمیفهممش. واو اینو به من گفتی؟ اینو برای من گفتی؟ میخونم برای این بخونمش. شما وقتی که خوندین چه سوالی فکرتون رو مشغول کرد؟ اگه اینجوری بهش نگاه نکردید، دفعه دیگه یه بار دیگه بخونید تو خونه، اینجوری بهش نگاه کنید. خیلی براتون سوال میاره که میخواد جوابشو بده. برای من سوالی که مطرح شده الان با شما در میون بذارم. پاورپوینت شماره 4 رو میتونی برامون بذاریم؟ معنی این که میگه شما در خطاهای تو آیه 1 شما در خطایا و گناهان خود مرده بودین چیست؟ خب این آیه داره توضیح میده که ما قبل از ایمان آوردن به عیسی مسیح چی بودیم و چه شخصیتی داشتیم و چه کسی بودیم. این آیه داره این رو توضیح میده و میگه چه جایگاهی داشتیم قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیاریم. این آیه میگه بدون عیسی مسیح یک شخص جسمن زنده و روحن مرده است. این آیه داره میگه، میگه یک شخص، کسی که به عیسی مسیح به عنوان خداوند نجات دهنده با تمامی فکر، دل و جانش ایمان نیاورده
کلام خدا داره میگه یک شخصیه که جسمن زنده است ولی روحن مرده است. خب چنین شخصی میتونه بخوره، بنوشه، کار کنه، نیازهای جسمانیش رو برآورده بکنه، خب لذتهای جسمانیش رو ببره، ولی در درونش از لحاظ روحانی مرده است. خیلی سخت فهمیدنش، برای اینکه یک معلم فیلسوف الهیاتی کتاب مقدس اومد پیش عیسی مسیح گفت چی کار کنم تا حیات جاودان رو بگیرم؟ یک پیر کلام گفتش که تا از نو متولد نشید، یوحنا فصل 3 گفت تا از نو متولد نشید نجات نخواهید یافت. تولد جسمانی را جسم به وجود می آورد، تولد روحانی را روح خدا. چجوری هم چیزی ممکنه؟ امکان داره برای خیلی هایی که هنوز مسیر رو نپذیرفتن همین سوال به وجود بیاد. وقتی روح شخصی مرده باشه، اون شخص نمیتونه خدا رو بشناسه، اون شخص نمیتونه با خدا در رابطه باشه. بذارید من اینجا یه پرانتز باز کنم. وقتی من اینجا میگم خدا، منظورم یهوه است، اشتباه نکنید. الله نمیگم، اشتباه نکنید، هیچ خدای دیگه رو نمیگم. یهوه خدای حقیقی هستش. خب میگیم که آیا غیر مسیحی‌ها که تولد تازه ندارن ولی ارزش‌های اخلاقی خوبی دارن و کارهای خوب انجام میدن هم مردن؟ بله، یک غیر مسیحی میتونه کارهای خوبی انجام بده که خیلی از ماها دیدیم که خیلی ها کارهای انجام میدن که حتی مسیحی ها انجام نمیدن. کارهای خوبی انجام میدن تو دنیا، خیرخواهانه انجام میدن که مسیحی ها انجام نمیدن. میتونه کارهای خوب انجام بده یک شخصی که به عیسی مسیح ایمان نداره؟ چرا میتونه انجام بده؟ برای اینکه خدا اون رو به این شکل خلق کرده. خدا انسان رو خلق کرده برای اینکه خوبی بکنه. میگه فخر نکن برای اینکه تو داری خوبی میکنی، من تو رو خلق کردم که خوبی بکنی. خدا این رو میگه. سیستم ساختاری انسان به این شکل که برای خوبی کردن خلق شده. خدا وقتی که آدم رو آفرید خلق کرد، حوا رو آفرید خلق کرد، بهشون چی داد؟ اقتدار داد، روح نداد. اقتدار داد، روح حیات، مرسی، اقتدار داد که چی کار کنن؟ بر تمامی باغ عدن که درش بودن حکمرانی کنن، نگهداری کنن، حیوانات رو نگهداری کنن، سبزه ها، هوا، آب، همه اینها رو اقتدار داشت. یعنی در اصل یک خدای روی زمین بودن، اقتدار این رو داشتن. چرا؟ برای اینکه باید خوبی میکردن برای زمین، همه چی رو به خوبی و نیکویی نگهداری میکردن تا چی بشه؟ جلال خدا بر روی زمین آشکار بشه، خدا بر روی زمین شناسانده بشه. و این خلقت ما بود. افتخار نکنیم اگر کار خوب میکنیم. خیلی آدم ها هستن که کار خوب میکنن، ولی کار خوب متاسفانه باعث زنده شدن روح مرده نمیشه. راهش غلط. اگر کسی داره این کار رو میکنه برای اینکه بگه که من به حضور خدا برم، کار نیکو میکنم، حتما من روحانی هستم که دارم کار رو نیکو میکنم، نه. همه انسان‌هایی که روی زمین هستند بعد از سقوط بشر در گناه از لحاظ روحانی مردن و هیچ ارتباطی با خدا ندارن، ارتباطشون قطع. اول صحبتم گفتم شاخه قطع شده از درخت حیات هستند. حالا این شاخه قطع شده تا یک زمانی شاید سبز بمونه و حتی میوه بیاره و دیگران میگم واو این ببین قطع شده ولی هنوز میوه داره، ولی بازم خوش میشه، میمیره یه روز و جدایی کامل بهش میاد. خب
و سیستم ساختاری انسان اینطوره که خوبی بکنه و این روش هایی که در دنیا ما میبینیم، جنگ، ستیز، بدی، نمیدونم کینه، دشمنی، اینها از طریق گناه وارد بشر شده. این سیستم بشر نیست. تازه یه نکته دیگر هم میگم، دوباره بازم تأکید کنم که متوجه اون شده باشیم. کارهای خوب انسان برای چیه؟ برای جلال خداست. در صورتی که انسان نجات نیافته کارهایی رو انجام میده که اصلا ارتباطی با خدا نداره و مستقلن اون رو انجام میده و این استقلال و جدایی از خدا رو در کلام خدا چی بهش میگن؟ مرگ. جدایی از خدا مرگ. این استقلالی که بشر میخواد مستقل باشه، جدا باشه از خدا، میبینی که الان دنیا داره به این سمت تعلیم میده که ما توانایی انجام هر کاری رو داریم، بشر توانایی انجام هر کاری رو داره. این تکنولوژی، این سیستمایی که داریم میبینی، این داره استقلال طلبی رو میاره و برای همین داره جدا میکنه کیو، بشر رو، از آنجایی که احتیاجش هست. خب سوال دومی که پیش اومد میاد تو آیات 1-4 و الی 11-12 است. این قسمت رو طولانیه، نمیخوام وارد آیات بشم. بذارید من اینجا ببینم خودم. 1-4 میگه روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. شما همانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت میکردید. شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و همکنون در قلب مخالفان خدا عمل میکند. ما نیز همگی مانند آنها بودیم. طرز زندگی ما نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوس‌ها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی میزدیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و در درست مانند دیگران زیر خشم و غضب خدا بودیم. اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را انقدر دوست داشت که به ما عمری دوباره داد. خب بعد آیه 11-12 پس هیچگاه از یاد نبرید که روزگاری شما بت پرست بودید و یهودیان شما را خدا نشناس و نجس می‌خواندند، در حالی که دل خودشان نیز ناپاک بود. با وجود این تشریفات ظاهری و مراسم مذهبی و ختنه را به جا می‌آوردند. در آن زمان شما کاملا جدای از مسیح زندگی می‌کردید و جزء قوم خدا نبودید و هیچ کس از وعده‌های امیدبخش خدا شامل حال شما نمی‌شد. شما گمراه و بی خدا و بی امید بودید. خب پس اینجا این آیه داره میگه قبل از این که من مسیحی بشم این شخصیت رو داشتم. اول من روحاً مرده بودم و روح من هیچ آگاهی از خدا نداشت. دوم من روش زندگی و عادتهای مردم اطراف خودم رو تقلید میکردم. سوم دروغ میگفتم و دروغهای بسیاری رو باور میکردم. چهارم امیال طبیعت گناهکار خودم رو ارضا میکردم و طمع زیاد داشتم. از خدا جدا بودم. کسانی هم که از طریق عیسی مسیح به خدای پدر وصل شده بودن رو مسخره میکردم و چیزهای زشت حتی بهشون میگفتم. ششم از شهروندی ملکوت خدا محروم بودم. هفتم امیدی برای زندگی دنیای آخرت خودم نداشتم. سوال سوم، آیه 4-7 خدا در محبت و رحمتش مرا با مسیح زنده کرد. با مسیح برخیزانید و با مسیح در جاهای آسمانی نشانید. واو. معنی زنده کرد، برخیزانید و با مسیح نشانید چیست؟ می‌دونید معنیش اینه که 750 میلیون پاورپوینت بود، شب خوابید یه نفر، امروز صبح بلند شد برد. معنیش اینه که از اونجایی که خوابیده بود تا
تو دنیا رو دارم بلند شد رفت یه جای دیگه. معنیش اینه که شما به فاصله این که مسیح دستش برای شما دراز بود دستتو گرفتی. از اینجایی که لجنزار دنیاست و باطلاق دنیاست در حال غرق شدن دنیایی دستمون رو گرفت، ما رو بلند کرد و آورد توی ملکوت خدا نشاند. آمین. حالا لاتاری کی برده؟ اونی که تا ابد داره یا اونی که مدتی در این دنیا داره و دیگه نیست و به خودش هم نمیتونه ببره؟ مخالفش نیستم من ها، من دارم میخوام بگم کدومش با ارزشتر هستش و همین. چرا اگه میبردم الان اینجا نبودم، نمیدونم. داشتم کلیسا میخریدم. دقیقا، داشتم کلیسا میساختم. حتما لاتاری ما برده و ما کلیسایی رو میسازیم برای جلال خداوند، نه فقط توی آمریکا. به شما وعده میدم، قول میدم، پیام خداست. کلیسا، کلیسای پرستندگان مسیح تو هر شهر ایران یک کلیسا برای مسیح رو جلال بود. برای مسیح رو بشنسیم. برای اینکه اون هدفهایی که خدا برای این کلیسا داره رو به انجام برسونه. دست خدا برای یاری هموطنانمون، بلند کردن اونها، ترخوش کردن اونها و نشون دادن حیات جاودانی بود. آمین. اول خدای پدر به مسیحیان موقعیت یکسان با موقعیت یا موقعیت قانونی مشابه همونطوری که مسیح داره رو تو این آیه میده. دیگه از این بالاتر چی میخوام؟ میگه هر چی که مسیح داره، توی که ایمان آوردی به عیسی مسیح، همونو داری. تو همون موقعیت هستی. کلیدی که مسیح داره در آواز کنه بره تو، اون کلید تو هم داری. وقتی که ایمان میگه خدای پدر به مسیحیان مثل عیسی مسیح که به عیسی مسیح نگاه میکنن، میگه که چون مسیح مرد، تو هم طبیعت گناهکارت مرد. کی مرد؟ وقتی به عیسی مسیح ایمان آوردی. نمونش کجاست؟ وقتی قسط تعمید میگیریم، نه که قسط تعمید ما رو گناهانمون رو میشوره، قسلمون میره واقعا میشوره بدن ما رو، آره شاید بدن ما رو تمیز بکنه، ولی نه، اون نمونه ای از مرگ مسیح که ما زیر خاک که نمیتونیم بریم، که آب رو نمونه میکنیم، میریم زیر آب، یعنی ما با مسیح مردیم، خاک شدیم، دفن شدیم و وقتی که بلند میشیم اعلام میکنیم که ما با مسیح مرده بودیم، حالا ما با مسیح زنده هستیم. آمین. خب حالا چون که مسیح زنده شده، ما هم دوباره چی میشیم؟ طبیعت تولد تازه، طبیعت تازه رو میگیریم و یه طبیعت تولد روحانی به دست میاریم. چون مسیح به آسمان صعود کرده، در آینده کلام خدا میگه که بدنهای مسیحیان هم قیام خواهد کرد. اونانی که زندن وقتی مسیح باز میگرده و اونایی که مردن رستاخیز میکنن با زندگان، همه با هم در آسمان مسیح و ملاقات میکنن و به آسمان، به بهشت حضور خدا برده میشن. خب این وعده کلام خداست. ما ایمان داریم به کلام خدا، این رو به ما وعده داده. هر چیزی که برای مسیح اتفاق افتاد، برای مسیحیان که به او ایمان آوردن، نه ایمان آوردن هم رخ میده. برای مسیح چه اتفاقاتی روی زمین افتاد؟ تردش کردن، توهینش کردن، مصلوبش کردن، ردش کردن. مسیحی ها نگران نباشین، ناراحت نباشین اگر تردتون میکنن. نگران نباشین که بهتون توهین میکنن. نگران نباشین بگن که اه تازه رفتی کافر شدی، لامذهب شدی. نگران نباشین اگر اینها رو به شما میگن، به مسیح هم گفتن. اگه مسیحی هستی به شما هم میگن. ولی اون بره قضیه رو ببینیم، میگه مسیح تاج عزت رو خدا بر سرش گذاشت. برای اینکه تا آخر ایستاد. شما چی فرمودید؟ عرض کردم فرمودید مشتاق
فرموشه از ایتالی مسیح رو از جلیل قبول نکردن، رانده شو همه جای دیگه بهش ایمان رو بردن در کده بردن. ما ایران تردمون کردن اینجا ایماندار شدیم، قلبمون با مسیح شد. آمین. دوم اینکه همچنین خدا به مسیحیان وضعیت جدیدی میده. چطوری؟ مسیحیان نسبت به گناه میمیرن و در زندگی جدیدی که دارن روز به روز شباهت مسیح میشن. یه وقتایی من تو زندگی قبل از ایمانیم یه سری کارهایی رو میکردم که برام گناه نبود و اذیتم هم نمیکرد. ببخشید مثال خیلی ساده براتون بزنم، نمیخوام خودم رو بزرگ کنم، میخوام خدا رو جلال بدم و روح خدا که در من هست دارد. مثال ساده بزنم، من مثلا رانندگی میکردم یه چیزی تو دهنم میذاشتم، پوستی آشغالی پرت میکردم بیرون، یا وامیستادم یه جا آدرسمو باز کردم کاغذ هم انداختم زمین. الان هم میکنم، یه چیزی رو برمیدارم مثلا میرم توی فروشگاه یه لباس رو برمیدارم، یکی دیدین که این لباس ها میفتن، لباس ها میفتن میرم برای روح القدس میگه لباس ها افتاد ها، میگم خب افتاد دیگه، خب همه دارن اینجا میدازم، میگه تو همه نیستی، تو پسر خدایی، تو کار خودتو بکن. برمیگرم لباس ها رو برمیدارم میذارم یا آشغال رو سو آدانس رو میخورم، کاغذ هم میندازم توی جایی که همه جا خاک و ایناست میندازم اونجا، میخوام برم میگم کاغذ افتاد ها، میگم بابا اینجا دیگه آشغالیه، همه چی اینجا آشغاله، اینجا دیگه، میگه تو پسر خدایی، تو وظیفه داری اینجا رو تمیز کنی، کاغذم رو ور میدارم. اینا چیه؟ اینا زنده شدن روح خدا در منه. این الان مثالای خنده‌داری دارم برای شما بزنم، خیلی اتفاقات هست، خود شما میتونید بیاید شهادت‌های بزرگی بدید در این رابطه که چه چیزایی رو انجام میدادید قبلا که اصلا وجدان شما رو تکون هم نمیداد، ولی الان فکرش هم میکنید وجدانتون تکون میکنه، روشن میشه، چراغاش رو میزنه. امیدوارم که هر روز این قسمت تو زندگی ما وسیع‌تر بشه، انقدر بشه که ما به فقط جلو نگاه نکنیم بلکه به اطرافمون حساس باشیم، به محیطمون حساس باشیم که ما ببینید اشتباه نکنید مسیحیان، شما رنگ بو و حنای دنیا هستید، شمایی که به دنیا رنگ میدید، شمایی که به دنیا بو میدید، شمایی که به دنیا عوض میکنید و محبت رو میارید، نه غیر مسیحی. ما باید بیاریم، اگر ما نمیاریم جای درستی وای نستادیم، اشتباه داریم حرکت میکنیم. ما میتونیم دنیا رو عوض کنیم، نه برای خودمون، برای خدا. همونطور که دنیا رو عوض کردیم با دعایی که کردیم و دیدید که چه کسی رو خدا گذاشت در رأس کار اینجا، که امروز یه فریادی شده برای ایران ما که پله بعدی هست، که دعاهای ما عوض شده. پاورپوینت 7 رو بی زحمت بذارید. سوال 4 آیه 8-10 میگه اگر کارهای خوب مرا نجات نمیدهد چرا من باید نگران کارهای خوب باشم؟ این کار خوب و نجات بخش عیسی مسیحه که من رو نجات میده و نه اینکه کارهای خوب من. هر چه که برای نجات یک فرد شخص ضروریه مسیح انجام داده. نیازی نیستش که یک فردی کاری بکنه. مسیح با مرگش بخشش گناه رو برای ما میسر کرد، فراهم کرد، خب و کار رو تمام کرد. یادتون میاد مسیح چی گفت؟ روی صلیب گفت تمام شد، کار تمام شد. مرسی. کلام خدا میگه تمامی کارهای خوب شما به چیه؟ به گناه آلوده است. اگر میتونستیم با کارهای خوب خودمون نجات پیدا کنیم، کلام خدا میگه اون وقت فخر میکردیم و میگفتیم خودم نجات دادم. کلام خداوند این رو میگه. چرا باید نگران کارهای خوب خودم باشم بس؟ که چرا کار خوب میکنم؟ برای اینکه ما بعد از ایمان و نجات همکاران خدا میشیم، همونجوری که توضیح دادم. خدا همکاران خدا کجا میشیم؟ روی زمین میشیم و باید اون رو به جهانیان بشناسونیم، جلالش بدیم، مردم رو آشنا کنیم تا
تا مردم جذبش بشن و بیان و بچشنش و ببینن که نیکوست. خب هدف خدا اینه که ما وسیله بشیم که انسانها رو از اسارت شیطان بیرون بیاریم، همونطور که من رو بیرون آوردن. یک شخصی با کار نیکوش اومد با من صحبت کرد راجع به مسیح، این امکان رو برای من به وجود آورد که من از اون اسارت در بیام و به این حیات ابدی به پیوندم. برای اینه که ما باید توی این مشارکت، کار خوب ما در اصل مشارکت با خداست، با روح قدوس خداست و عیسی مسیح. سوال پنجم، سریع دارم آیه 16 تا 22، شما به مسیح ایمان آوردید، حالا چه کسی هستید؟ من که به مسیح ایمان آوردم، حالا چه هویتی دارم؟ هویت جدید من چیه؟ من با خدا آشتی کردم، من در صلح با خدا به سر میبرم، با ایمانداران در صلح به سر میبرم و با مردم جهان در صلح به سر میبرم. اشتباه نکنم افسسون فصل 6 میگه جنگ ما با جسم و خون نیست، جنگ ما با آدم ها نیست، بلکه با روح های شریره. ما با هم می جنگیم، ولی اصلا ما نباید با هم بجنگیم. ما باید در صلح با هم باشیم، ما باید با شیطان بجنگیم و نمیتونیم بجنگیم، بلکه قدرتشو نداریم. چجوری باید بجنگیم؟ باید از سلاح های خدا زورآور شیم، از روح خدا زورآور شیم. پس من با خدا در صلحم، با ایمانداران در صلحم و با جهان در صلحم. من میتونم آزادانه چیکار کنم با این هویت جدید؟ وارد حضور خدا بشم، به قدس الاقداس وارد بشم، اونجایی که سالی یک بار کاهن اعظم میتونست وارد بشه، در حضور اون ساکن بشم و کلامی رو که اون به من میده رو بشنوم. من حالا دیگه کیم؟ شهروند آسمانی هستم. من متعلق به برترین و والاترین پادشاهی در تمام تاریخ بشر هستم. فرار میکنیم میریم یه کشور دیگه که برتره پناهنده بشیم. ما برترین پادشاهی، والاترین پادشاهی رو ما در اونجا سیتیزنشیپش رو داریم. و هر روز این ملکوت در حال رشد، تنها ملکوتیه، تنها پادشاهیه که در تمام آثار بدون جنگ و خونریزی رو به گسترش بوده. هر روزه در دنیا در حال گسترشه، بدون که کسی رو بکشن بگن تو باید مسیحی میشی. قرون وسطا رو صحبت رو نمی کنم، اونا مسیحی نبودن ها. مسیحی کسانی هستن که مسیح رو دنبال میکنن، اونا مسیح رو دنبال نمی کردن. تنها ملکوتیه که بدون خونریزی در صلح در حال گسترشه و هر روزه داره تمام دنیا رو میگیره و بزرگ و بزرگتر میشه. برید تاریخش رو بخونید و همین حالاش هم ببینید. من حالا اهل خانه خدا هستم. این خانواده الهی اسمش کلیساست، که کلیسا متعلق به مسیح هستش و خدا پدر آسمانی خطاب میشه تو این کلیسا. یه خدا خطاب نمیشه، بابا پدر. وقتی شما میگید خدا، یه جوری باید تعظیم بکنید، سر بزنید بیارید. وقتی میگید بابا، یعنی که میخوای اون چیزی که میخوای ازش بگیری. بابامه، خواهم برم از بابام میگیرم. نه مرسی، بابای من داره، من از اون میگیرم. آمین. دیدید بعضی بچه ها با افتخار هرچی حرف میزنن میگن بابام اینو کرد، بابام اون کار کرد. ما با افتخار میگیم بابای ما اینطوری. آمین. پنجم، من قسمتی از معبد خدام. یادتون میاد تو کلام خوندید الان، من قسمتی از معبد خدا. ما یک کلیسای محلی داریم که الان ما توشیم و یک کلیسای جهانی داریم، راجبش میتونیم بعدا صحبت کنیم. کلیسای جهانی کلیسایی که کل کلیساهای مسیح در یک بدن هستن و در مسیح هستن. ما کلیساهای محلی هستیم، ما عضوی از اون کلیسای جهانی هستیم. خب ما قسمتی از این معبد خداییم که معبد خدا از سنگهای مرده نیست، از یه سری سنگهایی که رو در دیواره نیست، از من و شماست. آمین. از سنگهای زنده است
که روح القدس درش ساکنه و تشکیل دادن و میگن کلیسا، به زبان یونانی اکلسیا، یعنی جایی که یک گروهی برای یک خبر خوشی دور هم جمع شدن. خب اگه اجازه بدین تو آخر میخوام چند تا کاربرد بهتون بدم و موضوع رو ببندم. اول، دائما به خاطر داشته باشید که وقتی خدا به ما نگاه میکنه فقط عدالت مسیح رو میبینه، نه گناه روز شما. چون گناه روز شما وظیفه شماست که به حضور خدا ببرید، عذرخواهی کنید و ببخشید، بخش طلب بخشش کنید. خدا به اون نگاه نمیکنه، فقط عدالت مسیح رو نگاه میکنه. گولتون نزنه شیطان، عجب کار گناهی کردی، نه تو ما این گناهی میخوای بری به حضور خدا دعا کنی، اصلا خدا بهت نمیده. خدا فقط به عدالت مسیح در شما نگاه میکنه. کلام خدا رو بخونید و کارهایی که خدا برای ما تدارک دیده تا ما انجام بدیم رو پیدا کنید. خدای امروز صبح بلند شدم، چه صبح میخوام از این قسمت آیه بخونم، چه چیزی میخوای من از طریق این آیه انجام بدم تو دنیا امروز؟ همینی که گفتم، برید بیرون بگید من امروز سری آیات خوندم چقدر به دلم نشست، اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت. چه کار میخوای بکنی امروز برات؟ خدا من چه کار میخوای بکنم برات امروز؟ دقت کنید که خدا میخواد کدوم کاربرد امکان پذیر رو به یک کاربرد شخصی برای خودتون در بیارید. برای من کاربرد شخصی که این بخش از کلامی که خوندم اینه که خدا به من موقعیت و وضعیت جدیدی در مسیح داده که در مقام خود به عنوان فرزند خدا میخوام هر روز در دعا وارد حضور خدا بشم تا رحمت، محبت و نقشه او رو برای روزم درک کنم. این کاربرد شخصی منه. لطفا سرمون رو خم کنیم، یه دعای کوتاه داشته باشیم. هللویا. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم پدر جان به خاطر هویت فوق‌العاده‌ای که در عیسی مسیح به من دادی، به ما دادی. تشکر می‌کنیم، متشکریم که ما از نظر تو با ارزشی، ارزشمند هست. متشکریم که ما جزء کلیسا و خانواده الهی بزرگ تو در جهان شدیم. متشکریم که تو از ما استفاده می‌کنی تا کارهای خوب خودت رو به جهان ارائه بدیم، پخش کنیم. مرسی که به من این افتخار رو دادی، به ما این افتخار رو دادی که به حضور خودت بیایم، بگذاری که هر روزه، بگذار هر روزه آنچه که خاص توست در زندگیمون رو درک کنیم و آنچه که خاص توست در زندگیمون به کار رو بریم. چرا این رو بخوایم؟ چون که در نام عیسی مسیح دعا میکنیم. چرا در نام عیسی مسیح دعا میکنیم؟ چون که وقتی نام اون میاد کار انجام میشه و دعا جواب داده میشه. به نام عیسی مسیح. آمین. 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 میتونی به کنار دستید بگی من فرزند خدا هستم؟ اعلام کن. بگی من نور این جهان هستم. حالا بگو تو فرزند خدا هستی. تو نور این جهان هستی. در طول هفته شاید با صداهای دیگه ای که دیگران به ما گفتن منفی شدیم، هست خاطر شدیم، اومدیم اینجا قوت خدا رو بگیم. آمین. به کنار دستید برکت بگیم، بگو برکت خداوند بر تو، برکت خدا بر تو. اعلام کن، با اون بقید دستید رو بگیم، بگید فاصله طولانی هم هستید، اعلام کن.